درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم. برای یه فال جدید با هم میپردازیم به این موضوع، این کیه که اینقدر توی فکر شماست. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به تمامی شما سروران کانال که منت بر سر من میگذارین و حضور دارین و حضور پررنگ دارین و از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین. ببینیم چه خبر است در انرژی ها عزیزان. و من اولین کاری که میکنم یک نگاه میکنیم تو زندگی این شخص چه خبر هست و که اینقدر به فکر شما هست. خب قبل از که ببینیم چه خبر است توی زندگیش، اولین کاری که میکنم من یک چند خطی میکشم ببینیم که از نظر شخصیتی این شخص چگونه هست و اینکه در ارتباط با شما خودش رو در چه مقامی میبینه. دوستان خب من کارتا رو مخلوط میکنم، بریم ببینیم که از نظر شخصیتی این شخص، شخصیت این شخص چگونه هست. دوستان خب کارت شماره 1 2 3 و 4. عزیزان دل، آدم قدرتمندی من میبینمش. اولا که قدرتی توأم با مهربانی من میبینم. ممکنه یک مقدار هم این شخص عزیزان یک تخصصی رو داشته باشه توی زندگیش، برای که من هم یک کارتی میبینم که عوض متخصص میزنه و همین که کارتی که ببینیم میز جلوش هستش و هزار تا به حال موقعیت داره، پتانسیل داره. آدمی پر از پتانسیل هست، آدمی توانا هست، آدمی که آنچه را که میخواد خیلی راحت میتونه به سمت خودش بکشه. کسی هستش که ممکن هستش که خوب مکالمه کنه دوستان، و همچنین آدمی ممکن هستش که عاشق پیشه باشه عزیزان دل. خب حالا ببینیم با هم دیگه، من باز هم از کارتای دیگه در ارتباط با شخصیت این شخص میپرسم، از سیمبولان میپرسم که این شخص چه شخصیتی داره، چه کسی هست از نظر شخصیتی. بله آدم یک کارتی داشت برمیگشت، چون من هنوز کنوانسیونم رو نگفتم که این کارت هر وزی میزن که آدمی هست که میره تو شکم همه چیز، میره تو شکم مشکلات. دوستان اینجا مثل کارت استاد، کسی که کار یاد میده، مثل کسی که اینگونه هم هست. اینجا مثل سابکار هستش، اینجا مثل استاد هستش. برای هر چیزی که هست یک موقعیت بسیار خوبی داره دوستان، از نظر اجتماعی و از نظر قدرت. خب بریم ببینیم که اوکی، کم کم دوستان توجه کنید، این شخص شخصی هستش که از نظر احساسی آدمی هست یک مقدار بدبخت. ببینین از نظر احساسی آدمی هست که از درون گریه میکنه، مثل کسی هستش که مجبور به ترک یک مسئله شده. دو تا کارتو میبینین تقریبا شبیه به هم هستن. این از نظر معنوی آدمی هستش که روح خیلی قدیمی داره، روح پیری داره، نه اینکه حالا پیر مرد یا پیر زن باشه دوستان، یعنی اینکه تناسخهای زیادی روحش پشت سر گذاشته، سختی زیاد کشیده و به یک معنویتی رسیده، یک اعتقادات مخصوص به خودش رو داره. و من اینجا دارم میبینم آدمی هستش که دوستان میدونه چی میخواد تو زندگیش و با اینکه قدرت داره ولی نرمش هم داره. دوستان ببینین قدرت، بهتون گفتم این شخص آنچه را که میخواد به سمت خودش میتونه بکشه. ممکن است حالا این شخص خودش از نیروهای ماورای طبیعی استفاده میکنه، یا همچنین از نیروهای مثلا سیاه مثل جنبل و جادو اینا هم استفاده میکنه که بخواد به خواسته خودش برسه. هر جوری شده حالا این نیروی ماورای طبیعی اینه که من اون چیزی که میخوام، ببین جادو چی هستش، طلسم چه چیزی هستش، اون چیزی رو که من میخوام و با تمام وجود میخوام و همه کار میکنم که بخوام بهش برسم، یک همچون شخصی هستش. برای چی دوستان؟ به خاطر که این آدم ممکن است که خیلی سختی کشیده و روحش سیقل دیده یک جاهایی، بنابراین اگر که نفرین کنه ممکن نفرینش بگیره، اگر که نمیدونم چیزی رو به دست روش بذاره چش بهش داشته باشه ممکنه هر جوری باشه اون رو به دست بیاره، یا اون مسئله رو اگر کسی دیگه از دستش
به قاپ خرابش کنیم. پس مواظب این مسئله باشین، مواظب این مسئله باشه. خب حالا بریم ببینیم باز هم چه خبر هست در این. بله ما انسان ها قدرت هایی داریم که خودمون هم ازش بی خبر هستیم. ببینیم آدم چگونه هستش. اوکی، آدمی که دارم میبینم، حالا بهتون میگم دوستان، خب آدمی هست عزیزان دل که توجه کنین که دارم میبینم که از شما ممکنه فاصله داشته باشه. یک جا به جایی من دارم میبینم، جا به جایی مکانی ممکن هست داشته باشه، جای دیگه داره زندگی کنه، یا از جایی به جای دیگه الان در حال مسافرت ممکن هست باشه. این شخص کسی هستش عزیزان دل، اون جایی که احساس میکنه که رابطه خراب هستش، رابطه بیمار هستش، فرار میکنه میره. ولی از اون جایی که من دارم میبینم که این آدم، ببینین ببینین خیانت زیاد دیده توی زندگیش این شخص. من نمیتونم بگم این خود این شخص خائن هستش و خیلی از دردهای توی زندگیش رو درمان کرده. حتی ممکن هستش که یک بیماری داشته دوستان که این بیماری رو هم تونسته تا حدی بخواد باهاش مبارزه کنه و درمانش کنه. خب ببینم از چه کارت هایی من میتونم دیگه استفاده کنم براتون که بخواد جواب خوبی به هم بده در این بورد. من میتونم از کارت های کیپر استفاده کنم. ببین کیپر بهتون چی میگه دوستان. بله دوستان، این یک تغییر بزرگی توی زندگیش به وجود اومده. یا جا به جای مکانی، یا کسی هستش که ببینیم برای مدت زیادی ممکنه اون جایی که زندگی میکرده رو ترک کنه. آدمی هستش که واقعا آدم شاخصی من اینجا میبینم، کسی که قدرت داره، کسی که حالا یا یک مقام و منصب خیلی مهمی داره دوستان، یا اینکه یک شخصیت بسیار بسیار قدرتمند داره. کسی هستش که دارم میبینم که ممکنم هست که حتی در از نظر نوشتن آدم خیلی قدرتمندی باشه، خوب بنویسه. و اینجا دارم میبینم آدمی هستش که اینجا میگه که مرد قانون، یا واقعا مرد قانون هستش، یا کسی هست عزیزان که دارم میبینم که به هر حال مثل کسیه که باید یک سری مجبور به این هستش که یک سری از عرف ها، یک سری از نرم ها رو توی زندگیش رعایت کنه. آدم خشکی میبینم روی تصمیم گیری هاش. البته اینجا بتونم بهتون بگم اوکی، ببینیم گفتار نیک رو این شخص میبینم که داره. حالا کردار نیکش رو من نمیدونم، ولی ببینیم که دیگه در ارتباط با این شخص، در ارتباط با شما، خودش چه نگاهی روی شما داره و اینکه خودش رو با شما چگونه میبینه. هر کسی که هست مثل این میمونه که یک فاصله بین شما افتاده. خب ببینیم چگونه شما خودش رو با شما میبینه. شما خیلی در سر این شخص هستین دوستان، خیلی اینجا هم افتاده. ببین بهتون خیلی داره فکر میکنه. کسی هست دوستان عزیز که وقتی به شما فکر میکنه حالش خوب هستش، در کنار شما وقتی شما رو میبینه حالش خوب هستش، احساس میکنه که بین در مورد شما مهربانی داره. این شخص سخاوتمندی داره،
نسبت به شما مهر و محبت بسیار بسیار بزرگی داره و اینکه احساس میکنه شما دقیقا اون چیزی هستین که توی زندگیش باید باشه. شما این مقدار در ارتباط با خودش لجباز میدونه، شما رو میبینه، احساس میکنه که شما به سمتش تمایل زیاد داری. حالا وقتی من میگم تمایل، ممکنه برای یک سری ها واقعا شخص احساسی نباشه که توی این کارت ها افتاده باشه، بلکه یکی از افرادی باشه که حالا فامیل باشه، دوست باشه، کسی باشه اینگونه. ولی من دارم میبینم که برای وقتی من تمایل احساس میکنه که بین شما بهش وابستگی هایی رو داریم، حالا بدون که خودتون بخواید، و اینکه شما هم با این شخص حالتون خوب هستش، خوش میگذره، حداقل روی مسائل مادی، یعنی این شخص میتونه برای شما یک سری از مادیاتی شاید اهدا کنه، یا اینکه مثلا یه لحظات خوبی رو اهدا کنه که حال شما هم بهتون خوش بگذره. به هر حال وابستگی هایی رو بین خودش و شما اینجا دارم میبینه، و همچنین دارم میبینم که این شخص دقیقا احساس میکنه رابطه بسیار خوبی هستش، رابطه قدرتمند میبینه، رابطه هوشمند میبینه دوستان، و رابطه‌ای که در اون ببین این نرمش هم وجود داره. شما رو چیزی که خوشش میاد که تغییراتی که شما توی زندگیتون به وجود اومده، ممکنه یک سریاتون تغییر زیاد کرده باشه از نظر فیزیکی، از نظر فکری، ببینید چه تغییری کردین، یا حتی اون راهی که از توی زندگیتون ازش گذشتین و به اینجایی که الان هستین رسیدین، برای این شخص این قابل تحسین هستش. یک سری از مسائلی که میترسونتش ممکن هستش که حسش شما بسیار قدرتمند شما هستش، و یا اینکه شما رو میبینه مثل کسی که شاید خیلی آنچنان به قول معروف اکتیف فعال نباشه و بیشتر منفعل باشین و مناظره کنین تا اینکه بخواین کارهایی رو انجام بدین. میترسه که شما یک پنهان کاری هایی رو داشته باشین که این مرتبه رو بشه، و یا اینکه این شخص به هر حال متوجه بشه و براش سنگین باشه. آدمی هست که احساس میکنه پتانسیل اینکه یک رابطه اجتماعی خوب با شما داشته باشه، یک خوش بگذرونین با هم دیگه داره، و اینکه تغییرات اساسی هم شاید توی این رابطه به وجود بیاد. شاید رابطه ای که از بین رفته دوستان، چه دوستی باشه چه مسئله دیگه باشه، که این شخص احساس میکنه که پتانسیل دو مرتبه به دنیا آوردن این رابطه هستش، و اینکه دو مرتبه کارهایی کردن که بخواد این رابطه اگر که ضعیف شده جون بگیره باشه، و اگر وجود نداشته باشه این رابطه ممکن استش که بتونه دو مرتبه این رابطه، نه که وجود نداشته باشه، این رابطه رو بتونین با هم دیگه درست کنین. خب چیزایی که میتونستم بگم الان اینجا، من کاری که میکنم از تاروت استفاده میکنم. بریم ببینیم تاروت علیه السلام چه چیزی به ما در ارتباط با این شخص میگه. اولا امروز الان اینجا در چه انرژی هایی هست الان که ما داریم با هم دیگه این فال نگاه میکنیم، آقا باشه خانم باشه، ببینیم که اولا که این کی هستش که به شما اینقدر فکر میکنه. یک مقدار آدم مغروری من اینجا میبینم که به خاطر غرورش ممکنه الان یک مقدار شما شاید الان مثلا حتی اسم این شخص رو هم بدونین فکر نکنید که من در ارتباط با این شخص دارم صحبت میکنم. کسی هستش دوستان توجه کنید که به نظر من آدم موفقی هست روی زندگیش، ولی آدمی هستش متفکر، عجله نداره، غرورش بهش اجازه نمیده خیلی کارها رو انجام بده. الان هم به همین صورت هستش. ببینین یه مقدار حالت متفکرانه دارم میبینمش در ارتباط با زندگیش، و ممکنه که یک سریاتون از این شخص الان این روزایی که داره میاد ازش خبردار نباشید. من میخوام ببینم که از نظر توی احساسی این شخص به چه صورت هستش. از نظر احساسی آدم کلن سردرگمی هستن، و اینکه نمیدونه چی میخواد. خب از نظر احساسی احساس میکنه که یک مسئله بهش تحمیل شده، شاید در گذشتش بوده، شاید در حال باشه، ولی نمیدونه چه کار کنه در ارتباط با زندگیش. احتیاج داره که
من احساس میکنم الان روی زندگی احساسیش، روی زندگی احساسیش خط کشیده دوستان، و اینکه بهش آنچنان فکر نمیکنه. میخوام ببینم از نظر ظاهر به چه صورت هستش. از نظر ظاهر ممکنه یک آدمی باشه که بزرگتر از سنش به نظر برسه دوستان، بزرگتر از سنش به نظر برسه، و اینکه ممکن استش که ظاهرش هم مثل یک ظاهر آدمی باشه که خیلی کلاسیک لباس میپوشه، و یا اینکه کلاسیک یه مقدار وینتیج لباس میپوشه این شخص. خب بریم ببینیم که از چه افرادی خوشش میاد این شخص. از افراد خوشش میاد که باش خون خوش باشه، خوش بگذرونه، سبک بال باشن، بخندن با هم دیگه. و من میخوام ببینم که نظر دیگران در مورد این شخص چه چیزی هستش دوستان. دیگران در ارتباط با این شخص میبینن که شخصی هستش که خیلی سخت کار میکنه و آدمی هستش که متمرکز هست روی هر کاری که انجام میده و کوشا هست در ارتباط با زندگیش. خب حالا با هم دیگه ببینیم که در مورد شما چجوری شما رو میشناسه. در مورد شما دوستان بیشتر افتاد یک مسئله، یک حالت مسئولیت پذیر در ارتباط با شما داره دوستان. توجه کسی هست کنید که کسی هستش که در ارتباط با شما یک احساس مسئولیت میکنه و از شما خیلی خوشش میاد. خب بریم ببینیم که آیا شما این شخص نزدیک به شما هست، در روزمره شما هست، یا اینکه در روزمره شما نیستش، در روزمره شما هست یا نه. ممکنه شک شخصی هست که روی شبکات اجتماعی بیشتر یک رابطه، ببینین روی شبکات اجتماعی بیشتر شما رو میبینه عزیزان. اوکی، کسی هستش که ممکن استش که مثلا شما با هم دیگه شادم شما این شخص رو اونجوری که باید نشناسین، ولی آدمی هستش که شبکه میشه، میره روی شبکات اجتماعی و اینکه شاید شما خبر میگیره، یا اینکه به هر حال یک جورایی دارم میبینم که از طریق اینترنت ممکن هستش که بیشتر با شما در ارتباط باشه تا یا تلفن بیشتر در ارتباط باشه تا اینکه بخواد شما رو ببینه دوستان. خب ببینیم که از چه افرادی بدش میاد. از افرادی که بخوان خیلی بچه بازی در بیارن و خیلی رومانتیک بازی بخوان در بیارن. آره، بچه بازی و رومانتیک بازی دوتا چیز متفاوت هستش. از این افراد بدش میاد که از نظر احساسی بلوغ نداشته باشن. خودش ببینیم که توی زندگی احساسیش، بهتون گفتم چه خبره، از چه زندگی احساسی خوشش میاد داشته باشه. از زندگی احساسی که در اون یک ثباتی وجود داشته باشه، یک روتینی وجود داشته باشه دوستان. ببینیم که از چه افرادی بهتون گفتم بعدش میاد، و اینکه شما چه جایگاهی برای این شخص توی زندگیش دارید. شما جایگاهی کسی دارین که خیلی وقت هستش میشناسینش، ولی جالب اینجاست برای من بدونین که برای یه سری تو مثل پدر یا مادرتون افتاد دوستان. کسی که خیلی وقت هست شما رو میشناسه، مثل که از خیلی زمان گذشته، او برای یه سری حتی ممکنه همدیگر از بچگی بخواییم بشناسین دوستان. کسی هستش که این گونه شما رو میشناسه. من میخوام ببینم حالا این شخص چه سوال دیگه میتونم از تاریخ بپرسم در ارتباط با این شخص. وقتی که تنها هست این شخص چگونه هست؟ وقتی که تنها هست آدم تنهایی هست، توی کنج خودش هستش. ببین تنهایی رو دوست داره، مثل اینکه این شخص دوستان آدم هستش که خیلی بهتون گفتم از نظر روحی روح پیری داره دوستان این شخص. و وقتی که در جمع هست این شخص به چه صورت هست با هم دیگه ببینیم. وقتی که در جمع هست دوستان عزیز، یه مقدار آدمی هستش که توی عالم خودش هستش، سعی نمیکنه خیلی شاید با دیگران مختلط باشه. در آینده در ارتباط با شما چه قدمی این شخص برخواهد داشت دوستان؟
صحبت باتون میکنه دوستان، یه مسئله داره روشن میکنه، با هم دیگه صحبت دارم میبینم میکنین، و اینکه ممکن استش که شما همدیگه رو در یک جمع حالا خانوادگی، اگه خانواده دوست خانواده خودتون نباشه، خانواده روحیتون باشه، با همدیگه یک جای همدیگه رو ببینیم، و دارم میبینم که با همدیگه صحبت میکنین که این مسئله خیلی خیلی خوشایند خواهد بود، هم برای شما هم برای اون شخص، و خیلی چیزها رو من دارم میبینم که داره روشن میکنه برای شما. خیلی خوب، به هر حال قصدش این هستش هماهنگی در رابطه با شما عزیزان دل، مثل این میمونه که باز هم حرف از مکالمه میزنه. به هر حال شما همدیگر رو خیلی وقت پیش دارین میشناسین، از خیلی وقت پیش میشناسین دوستان، حالا نیستش که همدیگر رو میشناسین، و من احساس میکنم که این شخص شاید میخواد یک سری چیزها رو که از بین رفته بین شما دو مرتبه به وجود بیاره. حالا من میخوام ببینم که چه توقعی از شما داره، چه چیزی رو از شما میخواد این شخص. که با هم دیگه صحبت کنید، در مورد یک کاری رو انجام بدین، در مورد دفاع از یک مسئله، یا اینکه حرکت دادن به یک مسئله، پیش بردن یک مسئله با سرعت بیشتر. این شخص میخواد با شما در این ارتباط صحبت کنه، یعنی این باتون اینو از شما میخواد، این توقعی که از شما داره. ببینم احساس شما نسبت به این شخص چی هست. اگه شما احساس میکنین که در تنگنا هستین با این شخص و در تله افتادین، نه راه پس دارم و نه راه پیش دارم، دقیقا مثل توف سربالان، بالا روی موامه، پایین روی ریشمه. بالاخره با این شخص من احساس میکنم که شما در یک مشکلات، در یک مسدودیتی هستین و ترس هایی رو دارین، از یعنی حد و لیمیتی برای خودتون و این شخص دارم میبینم میزنین. مثل این میمونه که یک زمانی توی زندگیتون، یا اینکه این آمین نگفته به یکی از خواسته های شما، یا اینکه به هر حال مشکلاتی شاید به وجود اومده بین شما. میخوام ببینم برای چی عزیزان دل. ببین اینجا لج و لج بازی زیاد بوده بین شما، مثل که سر جنگ دفاع از حق و حقوقتون بوده یا اون بوده. به هر حال یک سری از مسائل اینجا وجود داشتن که من احساس میکنم که فاصله ایجاد کرده بین شما. چیزی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من چند تا کارت دیگه اگر بتونم براتون بریزم، ببینیم که از این از کارت های دیگه استفاده میکنم. میخوام ببینم که این شخص از نظر عدد شناسی الان در چه اعدادی هست. عدد 8 عزیزان، ببین میخواد کاری رو انجام بده و اینکه احتیاج به داره که درست بسازه، خوب بسازه، و احتیاج داره که پولش رو، زمانش رو سرمایه گذاری کنه، و احتیاج به این داره که کس ازش قدرشناسی بشه و آماده این هستش که یک تغییر بزرگی رو در زندگیش به وجود بیاره. به هر حال این چیزایی بود که من میتونستم بهتون بگم. من یک توصیه در ارتباط با این شخص، چون ممکنه یه سیرتون همدیگر رو ببینین، صحبت کنین با همدیگه، از کارت های اوراکل درایت میخوام که یک توصیه در ارتباط با این شخص به شما بده. کارت زمان هست و اینکه میگه جلوتر بریم. ببین شما در ارتباط با این شخص مثل اینکه قبلا تجربه ای رو داشتین، حالا چه خانوادگی باشه چه احساسی باشه، و اینکه میدونین باید در ارتباط با این شخص عزیزان دل آینده دور و دراز رو پیش بینی کنین. آیا میتونین با این شخص در آینده دور و دراز هم رابطه ای داشته باشین، حالا چه دوستی باشه چه احساسی باشه چه هر مسئله دیگه باشه. میگه چون زمانش رسیده، زمان تصمیم گیریش رسیده، و شما باید خودتون رو در آینده دور و دراز بیشتر ببینین، ببینین چگونه میخواین یه رابطه ای با این شخص داشته باشین یا اینکه نداشته باشین، اون دیگه خودتون بیشتر میدونه، بهتر میدونه. این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش، و تا فال دیگه خدا نگهدار دوستان.